عرضم موضوع شما، همین تو ماه گذشته یه مادری برای مشورت اومده بود پیش من و خیلی سوالی که پرسید شوک برانگیز بود. میگفتش که من بچه‌م وقتی میخوام بیام مدرسه به من میگه مامان اگه میشه با چادر دنبال من نیا، بچه های دیگه منو مسخره میکنن. اوناشون مامانشون حالا هر مامان تو بوده؟ نه لزومن این نیست، ممکنه نسل بعدی بچه های دیگه حتی علاوه بر این که مادر خودشون هم چادریه، ولی به خاطر فضای رسانه‌ای به خاطر هزار تا مسئله دیگه این قضاوت رو لزومن نمی کنی. میگن اه حالا فلانی دست میندازیم مسخریم، دقیقا همون شکاف فرهنگیه. یعنی اون نسل قدیم با نسل جدید انگار ادبیاتش فرق داره. بله. اگه ما نتونیم خوب ارتباط برقرار بکنیم یه دفعه شوک میشیم. یعنی من بچه‌م تا همین سال قبل خودش کلاس سوم بوده، چادری بوده، جشن تکلیفش رو گرفتیم، امسال اومده کلاس چهار رو میگه مامان با چادر نیا دنبال من چون بچه‌های دیگه منو مسخره میکنن. و این دقیقاً میشه همون شکاف فرهنگی که فکر میکنم شما دنبالشین. بله. خب من اولین چیزی که به مادر گفتم، گفتم دو تا نگاه میشه داشت. ما بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم، این بچه رو از یه مدرسه، از این مدرسه مثلا در بیاریم ببریم یه مدرسه ای که کاملا یک دست شده، همه بچه ها، همه خانواده ها، و حتی معلم سرکوب میکنه هر نگرشی غیر از این باشه توی اون مدرسه که یک دست شده. آره، خیالمون راحت باشه بچه‌مون با چادر بود، آخر سالم نگاهش همینه، هیچ مسخرم نمیشه، با هم دیگه ادامه میدیم. ممکنه که الان یه عده از بینندگان عزیز ما بگن که این راهکار درستیه ها، بله هیچ مشکلی هم نداره. گفتم دو تا بخش میتونیم بکنیم ما با خیال راحت، خصوصا تا جایی که میتونیم کنترل بکنیم. ما الان دبستانش رو کنترل میکنیم، دبیرستانش رو، تا برسه به دانشگاه، تا اون موقع بچه‌مون رشد کرده دیگه، حالا آماده است برای انتخاب. یه نگاهی خیلی هم باحاله، اون باش مشکل نداره. پس من یه تهدید شناسایی کردم، راه حلم چیه برای اون شکافه؟ بیام یه یکسان سازی بکنم، عوامل اون نویزا رو حذف بکنم تو محیط، و حالا خیالم اینجوری راحت تره، راحت تر نفس میکشم و عقب میندازم تا برسه به سنی که بچه‌م مثلا رشد بیشتری داشته باشه. بله. گفتم یه نگاه دیگه هم میشه داشت، این رو فرصت ببینیم. بچه من اومده از اون نگرانی که تو ذهنشه داره با من صحبت میکنه. چه جالب، منم بعضی موقع خودم خجالت میکشیدم، بعضی موقع فکر میکنم نه شاید اگه منم با یه تیپ دیگه برم باحال‌تر باشه، شاید تو جامعه مقبولیت بیشتری داشته باشم. آخه گلم، همه ما نیاز به توجه داریم، نیاز به اون دوست داشته شدن داریم، منم همین نیاز تو رو دارم، منم نمیخوام تو جمع دوستیم ترد بشم. پس من همینو کردم یه فرصت برای یه گفتگو. چرا؟ چون الانه که بچه‌م اگه برسه به دانشگاه دیگه نمیاد با من گفتگو کنه، دیگه اثرپذیریش از من خیلی کمتره، تا از رسانه، تا از دوستاش، تا از یه محیط روشنفکری جدیدی که وارد شده و همه قیودات مثلا اون مدرسه یکسان سازی شده برداشته شد. من باهاش صحبت میکنم، همینو تبدیل میکنم فرصت. یا خب حالا به نظرت ما از چه راهی میتونیم جلب توجه بکنیم؟ اون توجه مثبتی که همه ما داریم، نیاز داریم، اون دوست داشته شدنه، اون بودن تو گروه دوستیه. بیا ببینیم چه راهایی هست. یه راهش اینه که من از ظاهرم توجه بگیرم. حالا مثلا اگه مثلا میخوام تیپ چادری بزنم، خوشگلتر بزنم. نه، یه راهش اینه که من از یه سری ارزش‌ها، از یه سری توانمندی‌هام اون ارزشمندی رو بگیرم، اون گروه دوستیمو شکل بدم. خب پس اینو من تبدیلش کردم به یه فرصتی که بیایم با هم صحبت بکنیم، بیایم با هم هم زبان بشیم و با هم دیگه دیالوگ برقرار کنیم. همون چیزی که فکر میکنیم بین ما یه شکافیه که انگار من مادر نمیتونم با بچه‌م صحبت، انگار اینا هیچ چیز دیگه ای نیستن، اتفاقا اجازه بدیم اونا آزادانه حرف بزنن، با هم دیگه گفتگو بکنیم، با هم دیگه شوخی بکنیم و با هم رشد بکنیم. بخلاف اینکه من به خلاف راه حل اول که بذارمش توی محیط ایزوله، صورت مسئله رو پاک کنم، کم 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 از هم فاصله بگیریم. این میشه نگاه دوم که هر کدوم میتونه طرفدارانی داشته باشه. خب بله، خب پس این کاریه که ما میتونیم بکنیم. حالا به کدوم سمت بریم؟ کدوم درست تره؟ اون چیزی که من فکر میکنم که حالا بخوای بلند با هم فکر بکنیم، تو همه انتخاب بکنیم که بریم به کدوم سمت نزدیک بشیم. وقتی به ریشه های این دو تا تفکر نزدیک بشیم،
ریشه تفکر اول از یه معجزه میاد به نظر من. خب یه سیستم عاملی توی کل دنیا تو این 2300 سال پخش شده که حالا مثلا اسمش رو بذاریم ماتریکس، من میگم ماتریکس واقعی اصلا اینجاست. اون سیستم عامله چیه؟ سیستم عامله میگه ببین من چند تا فاکتور رو بده دست من برات یه کاری میکنم، همه مثل هم بشن، از رفتارشون، از نوع تفکرشون، از نوع برخورداشون. و نمیدونم بریم سراغ این که سیستم عامله رو من تشریح کنم بشناسیم. این سیستم عامله چند تا کلمه مقدس پذیرایی هم بشین خیلی دست شما خیلی ممنون. من چند تا کلمه مقدس داره. اولیش کلمه قانونه، میگه ببین همه جا یه قانون بذار، مشخص کن حدود و مشخص کن به صورت شفاف دقیق و جزئی. ما نمیخوایم یکسان عمل کنن. خب بله، ولی خب ما اگر قانون رو به آدمای مختلف بگیم، به بچهای انقدی بگیم تا بچهای کم سنمان بگیم، ممکنه قبول نکنن، ممکنه اونجوری که ما میخوایم رفتار نکنن. پس یه ضمانت اجرایی هم میخوایم که میریم سراغ اون تشویق ها و تنبیه ها. میگه من با یه سری عوامل کنترل میکنم که این طرف قانون ها رو رعایت بکنه. خب پس این سیستم عامله اولیش مبتنی بر قانونه، دومیش میاد یه فرهنگ میسازه که هر کسی قانون رو زیر و پی بذاره آدم خوبی نیست، قانون از مرجع بالایی میاد، توی خانواده من پدر قانون میذارم، توی مدرسه من معلم و مدیر، توی جامعه هم قانون گذاره قانون میذاریم و همه باید قانون رعایت بکنن. درسته. ارزش اول میکنه قانون گذاری و قانون پذیری، و بعد برای این ضمانت اجرایی پیدا کردنش میریم سراغ تشویق ها و تنبیه ها که بچه رو تو اون ریل ما مدیریت بکنیم و حرکت بدیم. و این واقعا یه معجزه است. خب این سیستم یه معجزه است. این سیستم یه معجزه است. چرا؟ چرا؟ چراش خیلی مهم. شما فرض کن یه کارخونه داری، از انقلاب صنعتی اینا شروع میشه توی دنیا، چی بهتر از این که همه یه شکل سر تایم مرتب منظم کار بکنن، وظیفه‌شون رو انجام بدن، به خلاف یه سازمان ارگانی که ریپ میزنه، یکی بالاست یکی پایینه، یکی امروز حوصله نداره نیومده سر کار، خط تولید لنگ میشه، یه بلبشویی میشه دیگه. پس این سیستم وقتی که اومد توی دنیا عرضه شد، کم کم شکل گرفت و همش هی اومد المانهاش رو کامل کرد. اول هم تو فضای اقتصادی شکل گرفت، بعدن بعد از انقلاب صنعتی همین مدل اومد توی مدارس نوینی که شکل گرفت پیاده شد. چرا؟ چون اینا قراره پس فردا بیان چرخ اقتصاد رو بگردونن، ما آدمایی میخوایم یک دست یک شکل رفتار کنن، قراره اینا تو خط تولید بشینن، پس از الان تمرین بکنیم پشت میز نیمکت همه یه مدل بشینیم، یه ساعت بیایم یه ساعت بریم. خب پس این همون چیزیه که ما داریم تمرین میکنیم. مدرسه نوین مرسان شکل گرفت که من اقتصادم رو خوب بتونم بچرخونم، و چی بهتر از این؟ شما یه مدیریت یه کارخونه رو دادید، یه مجموعه رو دادید، همه مثل ساعت کار میکنن، خب خیلی باحاله، چیش بده؟ و این یه معجزه بود، کسی که هیچ کاری نتونسته بود بکنه. برای اون زمان معجزه حساب میشد، ولی اینکه حالا تفاوت‌های آدم و استعداداشون، تواناییشون اینا کجا میره؟ آها، اینجا این معجزه ذره با شکست مواجه میشه. آره، ولی این معجزه یه حلقه مفقوده ای داشت که اون خیلی مهم بود. اون توی زمینه روانشناسی شکل گرفت. توی روانشناسی اومدن بعد از یه سری مطالعات و پژوهش‌ها به ما یه وعده بزرگ دادن، گفتن ببین اگر رفتارای طرف رو عوض بکنی، کم کم ذهنیتش و شناختش و اون آدم عوض میشه. تو بیا رفتارها رو کنترل کن، قانون بذار و خوب تشویق و تنبیه انجام بده، اون آدم عوض میشه، اون آدم رشد میکنه. خب پس مهمترین اتفاقی هم که ما دنبالشیم اینه که آدما یه دست بشن اونجوری که ما فکر میکنیم و بهتره. شما میگید تفاوت‌ها، چه پاسخی به شما میدن؟ میگن ببین ما الان یه معدن دارم، میخوام از این استخراج کنم، مهم اینه که بهینه باشه. اون آدم هم همین جوریه، اون آدم هم یه سری استعداد و توانایی داره، اگر بیاد تو این سیستم که ما خیلی عاقلانه اون رو طراحی کردیم، اون هم به حد اکثر شکوفاییش میرسه. اگر بخوای رهاش کنی یله باشه ول باشه، استعداداش هدر میره. وقتی میاد تو این
سیستم توی این ریل قرار میگیره برای شکوفایی خودش. خوبه آیه نازمی عزیز، یه مقدار کاربردتر حرف بزنیم راجع به این موضوع، چون دغدغه خانواده هم هست. این شکافی که ایجاد شده چه مدت به نظرتون؟ قبلا ما شاهد همچین اتفاقی خیلی نبودیم، یعنی همچین دغدغه‌ای به خانواده ورود نکرده بود. از کی این اتفاق افتاد و چرا؟ و این شکافی که ما تو روبنا میبینیم خب روز به روز داره بیشتر میشه. چرا؟ چون دنیا رسانه داره به یه سمتی میره و آدم‌ها راحت‌تر حرفشونو میزنن. قبلا خب خیلی محیط بسته بود، مثلا زمانی که ما درس میخوندیم اصلا موبایلی نبود، اصلا شبکه اجتماعی نبود. خب الان خیلی راحت‌تر و بروز بیشتری داره این شکافه، مگر نه اینکه ما مثل هم فکر نکنیم. متاسفانه همینجوری که اینجوری نشه، ما انسانیم، آخرش هر کسی فکر میکنه، آخرش هر کسی تفاوت اندیشه داره، سلیقه داره. ممکنه سلیقه ایشون با من یکی نباشه، من با شما حال نکنم، شما با من حال نکنید. خب الان اینا زده بیرون به خاطر اون رسانه، به خاطر اون. مگر نه ما وقتی که مدرسه میرفتیم خب خانوادهمون یه جور فکر میکرد، همون تیپ مدرسه رو انتخاب کرده و دوستای ما همه یه شکل بودن. ولی الان من همون کارا رو بکنم، یعنی خانوادهم یک دست باشه، مدرسه هم همون جوری باشه، یه دفعه یه رسانه بچه‌م باهاش مواجهه که غیر از اون چیزیه که من انتخاب کردم، پس روز به روز اون روش اوله داره سخت‌تر میشه با آزادی‌های اجتماعی که به وجود اومده، با رسانه، با این سطح از گستردگی که تو زندگی ما داره. ما بعد از کرونا شاهد این بودیم که دست هر بچه یه لپتاپ هست، بله. یه موبایل هست، بله. و حالا دیگه نمیشه وقتی این به اینترنت وصله. حالا شما فیلتر شکن رو داری نداری رو کامپیوتر، خب خیلی جاها نمیره، ولی خب گوگل که میتونه بکنه و کلی چیزی میبیند باهاش مواجه می شود که غیر از اون چیزیه که ما قبلا خیلی کانالیزه شده میتونستیم به بچه بدیم.